Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve ihtiramat hazmetan muşmalı bir sebebi gremi. Beydanı dersine muşmalı ki انتانات جلدی شما می فهمید که آفتش ممکن است که هم علت ویروسی باشن یا علت باکتریایی داشته باشن در صورتی که استفیلوکو کاملش باشن ما شما رو کلچر بکنیم میتونیم که بسیار بازانی از تتراسکین به شکل دامدار استفاده بکنیم و اگر آبسی رو تشکل داده باشن آبسی و تخلیه جراحی و در ضمنش استعمال دامدار تتراسکین سبب از این میشه که انتان جلدی که آفت از طریق استافیلوکوک علتش باشه تداوی شد تداوی اوستیومیلایتیس که اگر موجود بوده باشه دو تصویر بروک تو بینی نقسم تداوی میکنن که به شکل اکیوت اوستیومیلایتیس تداوی انتی مکروبیل میشه یعنی انتی بیوتیک برای زینا توصیل میشن معمولا بانکومایسین خوب ترین چایز هست برای زینا در صورتی که کرونیک اوستیومیلایتیس یا اوستیومیلایتیس مزمن به شکل دامدار باشه بزرگ دریناژ جراحی میشوند قیه و یا آبسی و چرک از اونها دریناج میشه و تخلیه میشه در صورت که یک باکتریمیا اندوکاردیت و نمونیا را با وجود آورده باشه در او وقت ما شما پنسیلین را به مریض ها تدویز میکنیم و اگر امرا با پنسیلین مقاومت نشان میتن باز میتونیم که از وانکومایسین هم است. وانکومایسین دوای خوبتر است که حالا مقابل استافیلوکوکس ها بسیار رسپانس خوب دارن مریض وانکومایسین در جاهای مختلف قابل استفاده است معمولا و گرام پوزیتیو باکتری ها استفاده میشن MRCA MRSA گروپ از باکتری ها است که اینا استفاده میکنند و در ضمن در صورتی که مریض استرپتوکوکس نمونیا است و بغل استرپتوکوک داشته باشن اگر با پنسیلین جواب نتن ما شما از وانکومایسین استفاده میکنیم وانکومایسین به صورت واسه انتراوینوس لیه دستی خوبریدی استفاده میشن ممکن است که با باکتری های گرام مثبت از شامل کلستریوم دیفیسل و یا هم اونایی که جی انفکشن یا امراض جهاز هضمی داشته باشن استفاده شد و اون کمیسین همچنان از طریق قرالی استفاده میشه ولی ما شما در افغانستان سرشتا و یا مشارباتش نداریم در افغانستان ما شما بیشتر از اشکال آیویش استفاده میکنیم معمولا اینجکشن استفاده میشه وانکومایسین به باکتری هایی که گرام منفی باشن استفاده نمیشن به خاطر که سایز لارج سایز وانکومایسین مولکول وانکومایسین من میشه از این که به اوتر ممبران برن و از این خاطر با گرام منفی قابلیت استفاده خوب ندارن تنها با گرام پوزیتیو و هم استافیلوکوک خب به تعقیب استافیلوکوک ها گروپ دوم از کوکس ها رو میخونیم که نوموکوک هستن نوموکوک ها گروپ مهم از باکتری هایی هستن که امراض مشخص نبوشیده یک کپسول دارن اینا سلولشان شامل اوتر و اینر ممبران هستن که یک لیر از سی پولیسکراید هم دارن پلازما ممبران و سیتوپلازم یک شکل نرمال است باکتری های نموکوک هست در مورفولوژی هم شما میبینید و کلچرشان در کلچر جوان دیپلوکوک هست گرام مثبت هستن اینا یعنی از طریق تلوین گرام اگر صورت بگیره اینا گرام پوزیتیو هستن به شکل دیپلوکوک یا جوره ای یا دانه ای دیده میشه از نظر شکل نوموکوکس ها و یا نوموکوک ها دیپلوکوکس های گرام مثبت هستن که به شکل انگشتر یا به شکل رنگ شیپ دیده میشن توسط مواد سطحی مثل نمک های صفراوی لایز یا تجزیه میشن امراض مشخص را که به وجود میارن نمونیا یک مریضی مشخص هست که به وجود آورنده نموکوک است. نمونیا می فهمند که یک مریضی ریوی است و ما شما به اصطلاح آن به او سینه و بغل می گیم. سینه و بغل
تشخیصش قسمی است که باید اگر در اطفال باشه باید و 100% مریض فست بریت باشه، یعنی تعداد تنفسش باید بلند باشه نظر به سنش و عدسمش سرفه داشته باشه. اگر مریض سینه و بغل تب داشته باشه زیادتر به طرف نموکوک های استفیلوکوک زیادتر طرف امراض به طرف علت باکتریایی فکر میشه، ولی هر دوی که سرفه نداشته باشه باشه با صرف وایرسی فکر میشه. نمونیا مریضی هست که نموکوک ها ممکن است آمونش باشه. اوتایتس و یا اوتایتس میدیا این هم مریضی هست که نموکوک وجود نره و بیشتر گوش ها را مصاب میسازه. برانشولایتس یکی از انتخاب که علت اکثر برانشولیت وایرس است، مخصوصا ریسپایراتوری سینسیشن وایرس بسیار نادرن ممکن است که نموکوک ها باشه. باکتریمیا اصطلاحی است که ما شما در سال گذشته ایره بسیار زود خواندیم، موجودت باکتریا در خود. سینوزایتس شما میفهمین که در اخیر هر چیزی که آی تی آی است بیا او دلالت میکنه به التهاب. سینوزایتس به معنای التهاب سینوس ها علتش ممکنش نمکن باشه. مننجایتس اینجا هم آی تی آی است آمده به این معنی که التهاب سهایه. ما شما بعد از چیز مشخص از اینا را خاطرم امراض نموکوکال دو نوع است، غیر مهاجم که مخاطر به وجود غیر مهاجم یا مخاطی و مهاجم. غیر مهاجمش که شامل سینوزیت هستند، التهاب هات گوش متوسط یا اوتیتیس میدیا است و نمونی، و مهاجمش باکتریمیا و التهاب سهایا یا منینجایتیس. اینا به دو شکل تقسیم شدن. بعض اعراض و علائم مشخص دیدن ما شما روش بحث می‌داشته باشیم. امروز را که ایجاد میکنن سپتیسیمیا و منینجایتیس در نزد نوزاد. یک سبات به شما وضاحت بودم که سپتیسیمیا حالت است که باکتریا در خون باشن، ولی هر گاهی که باکتریا به داخل خون نبود و در حقیقت اعراض و علائم خود را ظهور داد، باز به او حالت سپسیس گفته میشن نه سپسیمیا. پس سپسیس او حالت کلینیکی است که معمولا در نوزادا تمام امراض در لوحه کلینیکی به شکل سپسیس ظهور میکنه. شما در اوجه نمیتونین بگین که نوزاد مثلا یوتی آی داره یا این نوزاد یک آفت کلینیکی مشخص دیگه داره. هر آفتی که در نوزاد وجود میاد شما زیر نام سپسیس رو باید تداعی کنید. و سپسیس در حقیقت لوحی است که بر نوزادا صدق میکنه و نوزاد زیر امی لوحه تداعی میشه.